گذشته به مناسبت روز دانشجو هم اعتصابات گسترده در سراسر ایران برگزار شد و هم بیش از 30 دانشگاه شاهد برگزاری تظاهرات دانشجویان بود که بیش از همه دانشگاه‌های مستقر در تهران شاهد این تظاهرات بودند و در مواردی هم به درگیری منجر شد. در برخی موارد از جمله تهران، بهشتی، امیرکبیر و فردوسی مشهد نیروهای حراست و امنیتی به گروه‌هایی از دانشجویان حمله کردند و چند نفر از آنها را نیز بازداشت کردند که در جریان درگیری‌های درون دانشگاه تهران ده‌ها نفر نیز مجروح شدند و شماری از دانشجویان به علت ضرب و جرح به دست ماموران حراست خونریزی کردند. همچنین در دانشگاه فردوسی مشهد نیز نیروهای امنیتی یکی از دانشجویان را دستگیر کردند و برخی را نیز مجروح ساختند. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، بهشتی، خواجه نصیر، پارس تهران و علامه نیز تجمع سیاسی داشتند. در تجمع پرتعداد دانشگاه امیرکبیر هم شعارهای تندی علیه حکومت و سپاه داده شد. همچنین در تحولی جدید راهپیمایی سکوت در تهران و اصفهان برگزار شد که موفقیت‌آمیز بود. در تهران تعداد زیادی از مردم در پیاده رو میان انقلاب تا آزادی شرکت داشتند که منجر به بسته شدن خیابان آزادی و ترافیک سنگین شد. مقامات امنیتی که انتظار چنین تجمعی را نداشتند بعد از 2 ساعت شروع به حمله با گاز اشکاور و تفنگ ساچمه‌ای علیه مردم در پیاده‌روها کردند تا مردم را پراکنده سازند. همچنین چند نفر هم دستگیر شدند. اما در تحولی دیگر تنها خواهر تنی علی خامنه‌ای با اعلامیه‌ای از برادرش رهبر جمهوری اسلامی اعلام براءت کرد و وی را با سرنوشت هیتلر و موسولینی همجهت دانست. خانم بدری حسینی خامنه ای با اعلام براءت از برادرش جنایات رژیم جمهوری اسلامی از دوران خمینی تا دوران مستبدانه خامنه ای را محکوم کرد و گفت او نیز مانند همه مادران عزادار ایرانی در غم دوری از فرزندش فریده تهرانی است که در ماه گذشته دستگیر شده است. به گفت وقتی دخترش را با چنین خشونتی بازداشت می‌کنند مشخص است که هزاران برابر خشونت بر دختران و پسران مظلوم دیگران اعمال می‌کنند. به افزود بر اساس وظیفه انسانیش سالها پیش بارها و بارها صدای حق طلبی مردم را به گوش خامنه ای رسانده، اما پس از آنکه متوجه شد برادرش گوش شنوا ندارد و راه خمینی را در سرکوب و کشتار مردم بیگناه ادامه می‌دهد، رابطه خود را با او قطع کرده است. وی از پاسداران خواست که هرچه زودتر اسلحه هایشان را بر زمین گذاشته و قبل از آنکه خیلی دیر شود به مردم بپیوندند. اما در تحول دیگر کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتخاب زنان ایران به عنوان قهرمانان سال توسط مجله تایم شجاعت زنان ایران را الهام بخش خواند و گفت به همکاری با جامعه جهانی برای پاسخگو کردن رژیم ایران درباره سرکوب وحشیانه مردم خود ادامه خواهیم داد. مقامات حکومتی با اینکه سعی کردن نشان دهند که تظاهرات و اعتصابات مهم نیست و فاقد اهمیت است، اما هراس آنها باعث شده که شب گذشته یک نفر از معترضین به نام محسن شکاری را به اتهام محاربه و ترساندن مردم اعدام کنند. وی در یک دادگاه غیرعلنی بدون وکیل محکوم شد. همچنین با آنکه برخی مقامات در دانشگاه‌ها حضور یافتند، سخنان تند دانشجویان در مقابل مقامات نشان داد که ترس دانشجویان ریخته شده و حتی یک دانشجوی دختر در دانشگاه شریف بدون حجاب جلوی زاکانی شهردار تهران سخن گفت و رژیم را جنایتکار خواند. تداوم این وضعیت حکومت را کلافه و خشمگین کرده است. آن هم در 80مین روز این تظاهرات که تازه رهبر خاصی ندارد. حکومت در هراس است که رهبری جدیدی در این فضا ایجاد شود که بسیج بیشتری را علیه رژیم رقم بزند و مسیر تغییر رژیم تسهیل شود و سرعت به خود بگیرد و لذا تمام دستگاه سرکوب را به کار گرفته تا این مسیر را مسدود سازد و تظاهرات را خاتمه دهد که این چنین به نظر نمی رسد و افقی جز سقوط برای رژیم نمی توان متصور بود. با درود فراوان به مردان و زنان آزاده ایران، چه می کنید شما؟ ما جز زبان تحسین کاری نداریم و جز گزارش شما رو منتشر کردن.
اما قلب من درد میکنه، میسوزه وقتی خبر شکارچی رو شنیدم. به جرم کندن اسفالت و گاز رو بیرون آوردن. یزدان محسن عزیزم درود بر شما. درود بر شما جناب بنوزاده عزیز. یزدان عزیزم منتظریم گزارش های شما رو بشنویم. با سلام به شما آقای سازگارا، همکاران فنیتون و مردم دلاور ایران. راستش یک چشم شوق، یک چشم عشق، چشم عشق بار ما به خاطر در حقیقت همون جایی که گفتید محسن شکاریه، ضمن همدردی با خانوادهشون، جوانی که در حقیقت صبح امروز اعدام کردن، اولین اعدامی از معترضین انقلاب زن زندگی آزادی به خاطر بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یکی از مامورین در حین دستگیری. نرم و ننگ و نفرین باد بر ماموران جمهوری اسلامی که با فرزندان ایران چنین میکنند. از طرف دیگه روز حماسه ای بود، روز سوم در حقیقت فراخانی که داده بودن 16 آذر و مردم در یک ابتکار جدید در راهپیمایی سکوت کاری کردن، کارستان که به هر حال دنیا رو دوباره به سوی خود کشید و فراز جدیدی از انقلاب ما به جهانیان نشان داد. در عرصه ها آقای نوری‌زاده اسم بردن نداره. در تمام شهرستان‌های شهرهای ایران دیروز دوباره مشروق بود. در پلی‌تکنیک تهران در بسیج و در حقیقت گل گرفتن. گرگان آتش زدن محل استقرار نیروهای یگان ویژه رو. در قزوین دفتر امام جمعه رو آتش زدن. دهلوران آتش ماشین خبرنگاران سپاه رو با آتش کشیدن. در تهران میرداماد مشهد جنگ و گریز بود. وکیل‌آباد بستن، شعار دادن واقعا در حقیقت. و بعد از همه جا شهرستان‌های مختلف ایران، سنندج، تظاهرات، ملار، تهران، سقز با آتش کشیدن مسیرهای خیابونی این شهر رو تا راهبندان ایجاد بکنن. در رشت اکباتان درگیری، تظاهرات، شلیک مستقیم به مردم. در متروها، متروهای آزادی دیروز سراسر شعار بود در حقیقت. دکلای مخابراتی سپاه رو در سراب آتش زدن و 4 تیرانداز بر بالای برج آزادی مستقر شد. برج آزادی بالاش مزین شد به اسم در حقیقت زن و زندگی. پیاده‌روی به سمت میدان آزادی مثل جویبارهای کوچولو از جنوب تهران، شرق تهران، غرب تهران از ساعت 4-5 بعد از ظهر شروع شد. به سمت آزادی مردم در کمال سکوت راهپیمایی کردند و ماشین‌ها هم کاری کردند که حتی ماشین‌های آبپاش نیروی سرکوبگر در ترافیک بود. تمام خیابون از انقلاب تا آزادی قفل شده بود. فیلم‌هاش هست، عکس‌هاش هست و مردم درسی دادن به رژیم جمهوری اسلامی که اراده و همبستگی چه کار میکنه. در دبیرستان‌های دخترانه هم در حقیقت همین داستان بود. دبیرستان‌های دخترانه ایران دیروز شروع کردن. اعتصابات رو داشتیم. از 10 نوع اعتصابات. هم اعتصابات در ایران کامیونداران و به اصطلاح صنعتی ادامه داشته و هم اعتصاباتی که در تیوم روز این فراخان بود در حقیقت. من همینجا صبر میکنم تا آقای سازگاران شروع بکنن و بعد برمیگردم ادامه میدم. عزیزم فقط من یه نکته رو اینجا بگم. رژیم فکر نکنه که بچه های ما رو میکشه و مسئول میمونه. بچه ها سکوت نخواهند کرد. قبلا به سید علی خامنه‌ای و نوکراش اخطار دادن. اگر یکی از این بچه ها اعدام بشن منتظر واکنش باشید. این واکنش هم خواهیم دید. محسن عزیز در انتظار شمایی. بر ضمن عرض سلام و تسلیت، من هم مثل یزدان این در این 3 روز تمام پدافند هوایی تهران رو نگران بودن، اومده بودن یکی یک مأمور اضافه گذاشته بودن، مأمور مهمان گذاشته بودن مراقبت کنن از پرسنل پدافند که 3-5-6 اصلا خیلی داشتم اتفاقا سپاهن، برای اینکه نگران بودند که اینها سلاح ضد هوایی خودشون رو به سمت مراکزی در داخل شهر نشونه برن و موظف کرده بودند که گزارش بدن به اون به اصطلاح نفر ناظری که گذاشتن. در پیست اسب سواری شیراز که استاندار فارس رفته بود امکان انفجار داده شده بود، امکان داشت که استاندار فارس رو ترور بکنن، ترکیده بودن، وحشت کرده بودن
و از بگیر و ببند زیادی در بیشتر از سواری در شیراز به راه انداخته بودن. مطلب دیگهی که میخواستم عرض کنم این است که استانهای جنوبی کشور، خوزستان، بوشهر، بندرعباس از هرمزگان با دسترسی که به دریا دارن بسیار نگران کننده برای حکومت شده، به خصوص اینکه در این سه روز بسیار فعال بودند و شهرهای مختلف تحصن و اعتصاب گسترده داشتند. این سه استان به دلیل اینکه مدخل ورودی کشور هست، حکومت فکر کرده باید تدابیر اضافه‌ای داشته باشه، ولی زورش هم نمیرسه. در تهران هم دیشب دست کم از 20 و چند منطقه شهرداری، 14 منطقه، هر منطقه 10 محله در تب و تاب بود و در اعتراض به اشکال مختلف. گستردگی شب گذشته تهران باز از مواردی بود که بسیار وحشت آفریده بود، اگر در سطح کشور هم حالا یزدان میتونه بگه کماکان میشه گفت کردستان یک پارچه هم تعطیل بود، هم اعتصاب بود، هم اعتراض بود، و استانهای دیگه هم تقریبا تا اینجا که من دیدم در این سه روز اگر بخوام جمع‌بندی کنم هرچی یک استان کشور به از مثلا 20%، 30%، 40% شهرهاش تا 100% شهرها در اعتصاب و اعتراض بودن در طی این سه روز گذشته. من همینجا میستم. بحث خبری که اینها با ونزوئلا صحبت کردن رو به مرتبه بعد عرض میکنم، سعی کردم بررسی کنم این خبر. خواهش میکنم. یزدان عزیز، بله، ببینید آقای سازگارا در مورد اعتصابات گفتن. در استان کردستان پلوم کردن مغازه‌های مردمو، در حقیقت دولت رفته رو مغازه‌ای که اعتصاب کردن قفل کرده. در جوانرود و بعضی از شهرها روانسر جمع شده بودن مردم مقابل استانداری‌ها یا فرمانداری‌هایی که اونجا هستن. در حقیقت در شیراز به زور اسلحه خاصی بودن که مغازه‌ها رو مردم فیلماش هست باز بکنن. با وجود این تمام کردستان که همونجوری که آقای سازگارا گفتن در اعتصاب به صدر اومده، غیر از اون ما در شهرهای کرمانشاه، ایلام، لاهیجان، اصفهان، کرج، عراق، کرمان، تهران، محله های مختلف، آبدانان، زنجان، نجف آباد و واقعا در قروه، زرینه، چهارمحال بختیاری، بهبهان، تمام اینها ما در حقیقت به نشان همراهی با سومین روز دقیقت فراخوان و 16 آذر تعطیل کرده بودند. در سنندج غیر از اون هم همونجوری گفتن سومین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی بود. در تربت جام اعتصاب تراکتور داران بود. در حقیقت تجمع بالباختگان و مالباختگان رو ما داشتیم در تهران. و به اصطلاح غیر از این خبرایی که هست، این علامت گذاری رو می‌خواستم بگم که رو در مغازه‌ها دوستان هموطنان و شهروندان ایرانی بدونن کاری که از نازی‌ها یاد گرفتن. نازی‌ها این کارو می‌کردن زمانی که هیتلر بر سر قدرت بود و به اصطلاح مغازه یهودی‌ها رو در حقیقت ضرب در می‌زدن. تا همین سنت نازی‌ها رو که نشانه واقعاً برازنده اقامت علی خامنه‌ای این دوستان بردن. غیر از اونم من اشاره کنم به دانشگاه‌ها. دانشگاه‌ها دیروز یک سر شور و غوغا و درگیری بود. دوباره دانشجوها قدرت خودشون رو نشون دادن. در دانشگاه عبیرکبیر صف بسیجی‌ها و نیروهای لباس شخصی و حراستی رو که بسته بوده شکستن. در همه دانشگاه تحصن، اعتراض، خشم دانشجویان دیروز در همه جای ایران گریبانگیر رژیم رو گرفت. در دانشگاه مشهد به راستی حمله کردن به درون دانشگاه. در لباس حراستی نیروهای امنیتی حرکت کردن، در درگیری بود همه جای دانشگاه ایران. در حقیقت خراب کردن سنگ مزار جاوید نامان جنبش هم از کارهای جدید جمهوری اسلامی که در حقیقت احمد شکراللهی رو که در اصفهان جاوید نامی که دفن شده بود سنگشو خراب کردن. در سنندج امروز صبح، همین پنجشنبه امروز صبح، تشییع جنازه و به خاک سپاری هومن عبداللهی رو داشتیم که دیروز به ضرب گلوله دشمنان مردم ایران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. بفرمایید آقای شهرزاد. این نکته رو بگم، دولت اتریش معمولا از دولت‌های همدل با جمهوری اسلامی بود. زنده‌ها دکتر قاسملو و کاک عبدالله قادری رو کشتن و اتریش
آب از آب تکون نخواه، قاتلارم رد کردم. امروز ولی جمهوری ولایت فقیه رو به خاطر قتل محسن شکاری محکوم کرد. این به نظرم یه استپ فورورد. این ولی رژیم، بازم تکرار میکنم، بدون که این اعدام ها بدون پاسخ نخواهد بود. یه جوان بیگناه رو بستن خیابان، غم کشی به محسن شکاری اینا می اومد؟ نه، غم کش شما هستید. محسن جان در خدمت. این مسئله چهار نفر، اعزام چهار نفر به ونزوئلا در اواخر مهر ماه که خبر اختصاصی بود ایران انترنشنال دیشب داد، خبری بود که من سعی کردم دنبال کنم به حد و دقمش رو، مقدارش رو. اطلاعاتی که به دست آوردم این است که بله، اینا در ونزوئلا اولا یک جزیره رو قبلنا خریده بله. بودن بله. ثانیاً جای خوش آب و هوای شهر که دریاست و ویلاهای خیلی گرون قیمت به اصطلاح جای عیون نشینش، در طی این سه ماه گذشته که انقلاب در ایران شروع شده قیمت ها چند برابر شده و در ونزوئلا میگن اینا رو ایرانی ها اومدن خریدن، این خونه ها و اون محله رو ایرانی ها، که یعنی در واقع مقامات حکومتی. سرمایه گذاری های آپارتمان، خب یه قلم 10,000 آپارتمان شرکت کیسون که از راندخورای بزرگ کشور هست با پول حکومت اونجا ساخته بودن و یه مونتاژ اتومبیل های سمند رو را انداختن که عملا هم اتلاف پول کشور بوده چون درآمدی نداشته، و یا سرمایه گذاری های دیگه، همه اینها و اینی که وعده کردن 5 تا 7 میلیارد دلار فقط بیت رهبری اونجا ببرن برای سرمایه گذاری در نفت و گاز اونجا یا موارد دیگه، ولی بیرون از سیستم دولت، این هم تایید شده. بنابراین به نظر میرسه که این صحبت ها درسته. به هر حال رفتن احتیاطاً صحبت کردن، منطقی هم به نظر میرسه عید رضا جان، برای که اگر خامنه ای بخواد فرار کنه، گیر مردم نیفته با خانواده خودش، نه اروپا جایی داره، نه کانادا، نه آمریکا، نه شرق دور، نه روسیه راش میده، نه چین راه میده. شاید یگانه گزینه کوبا و مثلا بولیویا ونزوئلا باشه که بین اینا ونزوئلا خب البته از همه نزدیکتر بهشون و میلیارد تا پول کشور اونجا به هدر دادن. بنابراین از کارهایی که اینا میکنن میشه احتمال داد این اتفاق افتاده. صحبت ها البته دائما میکنن، ولی جالبه که در همین سه روز هم خامنه‌ای البته پاستور یه بار آوردنش نشونش بدن برش گردوندن، بیشتر پشت صد لاتیان برده بودنش و اونجا خیلی منطقه محافظت شده درست کردن و آمادن بودن که باز جا به جاش بکنن. محسن جان حتی موشکای اس اس 300 روسی رو در اونجا مستقر کردن، یعنی اونجا شده منطقه‌ای که بالاترین حفاظت داره. این خبرم قبل از اینکه برنامه تموم شه بگم، رستم قاسمی رو هم سرش رو زیر آب کرده. حالا عنوان این که مرد مریض بود، چرا اینا یه دفعه مریض میشن بعد از اینکه عکسشون با اون خانوم منتشر میشه، بعد مجبور به استعفا میشن، بعدم به لقاء الله فرستاده میشن؟ از زمان سعید امامی دیگه دست ما هست که یا واجبی خورانده میشود یا آمپولای مخصوص، و آقای رستم قاسمی با میلیارد ها دزدی به آنجایی رفت که بازگشتی نیست. ممنونم ازتون، امیدوارم فردا خبرهای امیدوار کننده تری داشته باشیم. باز هم به خانواده محسن شکاری صمیمانه تسلیت میدم. پاینده ایران. پاینده ایران.
در حالی که سومین ماه از خیزش سراسری مردم ایران توجه بسیاری از رسانه‌های آمریکا و افکار عمومی این کشور را به خود جلب کرده، در سوی دیگر در کنگره آمریکا گروهی از سناتورها پیشنویس قطعنامه فراحزبی را در حمایت از معترضان ایرانی به کمیته روابط خارجی سنا ارائه کردند. تازه ترین اقدام در حمایت از معترضان ایرانی. پیشگام در این زمینه سناتور باب منندس، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا است و همینطور سناتور جمهوری‌خواه مارشا بلکبرن او را همراهی می‌کند. در همکاری با این دو سناتور سرشناس، 9 سناتور دیگر هم از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در تهیه این پیشنویس مشارکت دارند. سناتور منندس که از طراحان اصلی این مصوبه پیشنهادی است، می‌گوید به تصویب رسیدن این قطعنامه در کنگره میتواند کمک بزرگی در حمایت از زنان و مردان ایرانی باشد که در مقابل یکی از سرکوبگرترین رژیم‌های جهان ایستادند. مارشا بلکبرن، سناتور جمهوری خواهم، در واکنش به ادعای رژیم مبنی بر انحلال گشت ارشاد میگوید این یک ادعا از سوی رژیم است که فقط ظاهری است برای انحراف افکار عمومی از خواسته واقعیشان، انحراف افکار معترضان از هدف اصلیشان، یعنی آزاد کردن ایران از زیر یوغ ظلم و ستم رژیم اسلامی. این سناتور جمهوری خواه میگوید که ایالات متحده آمریکا باید تا پیروزی مردم ایران در کنار آنها بایستد و از آنها حمایت کند. مارشا بلکبرن در مورد این قطعنامه پیشنهادی میگوید که این قطعنامه از جامعه بین المللی درخواست خواهد کرد که در مورد نقض حقوق بشر در ایران رژیم جمهوری اسلامی را پاسخگو کند. او گفت این قطعنامه تلاش‌های مستمری است که از طریق هماهنگی‌های بیشتر برای پاسخگو کردن حکومت‌هایی چون رژیم جمهوری اسلامی است. سناتور جمهوری خواه بیل کسیدی، یکی دیگر از اعضایی که این قطعنامه پیشنهادی را تهیه و تدارک دیده، می‌گوید مردم ایران برای آزادیشان مبارزه می‌کنند. او می‌گوید تصویب این قطعنامه نشان از تعهد ما به مردم شجاع ایران خواهد بود که برای حقوق اولیه‌شان می‌جنگند. کوین کرامر، سناتور جمهوری خواهم که در تهیه این قطعنامه مشارکت کرده، میگوید شجاعت شهروندان ایرانی قابل ستایش است. این سناتور جمهوری خواه میگوید که ما و همکارانمان در کنار مردم ایران و مبارزه آنها بر علیه حکومت ظالم هستیم. جدای از این قطعنامه، قطعنامه مشابه دیگری هم در مجلس نمایندگان در حال تدارک است که این قطعنامه هم در حمایت از مبارزات مردم ایران تلاش دارد از طریق دولت آمریکا و مجامع بین المللی تدابیری را برای آنچه که نقض حقوق بشر در ایران خوانده می شود بیندیشم و در این زمینه رژیم جمهوری اسلامی را پاسخگوی اعمال خود کنم.